سلام به شما عزیزان من بعدمانی هستم و شما رو در ادامه تعلیماتمون درباره تسلیس در کتاب مقدس خوش آمد میگم امروز درباره تسلیس در دعا میخوام صحبت بکنیم در واقع دعای مسیحی یکی از ابعاد بسیار منحصر به فردش این هستش که تسلیس خدا در دعای روزمره ما بسیار اساسی و مفید و موثره درک درست تسلیس در دعای مفید و موثر و عملی یک ایماندار باید قرار بگیره تا شخص بتونه واقعا در دعا هم موفق باشه هم مفید باشه هم کاملا استفاده درست رو از وقت دعاش بکنه در کتاب رومیان فصل هشتم تقریبا آیاتی میاد که من ازش استفاده میکنم تا جنبه تسلیس رو در دعای یک ایماندار باز بکنم نکته مهم این استش که وقتی ما دعا میکنیم داریم به کی دعا میکنیم واقعا داریم به چه کسی دعا میکنیم وقتی ما دعا می کنیم، داریم به درگاه حضور پدر دعا میکنیم در واقع هدف دعای ما یا فوکوس ما تمرکز ما به خدای پدر هستش و این مهمه خدای پدر در واقع و تخت خدای پدر تخت پادشاهی خدای پدر در واقع چی هستش فوکوس یا تمرکز ما به اون در آسمان به درگاه پدر هستش پس از چه کسی داریم تقاضا کنیم؟ در واقع داریم از پدر آسمانی تقاضا میکنیم ولی دو عامل روح و پسر رول بسیار بزرگی رو انجام میدن در اینکه این دعا چگونه به درگاه پدر فرستاده میشه اولا در رومیان فصل هشتم میبینیم که داریم در آیه 31 به این پس به این چیزا چه چی بگویم هرگاه خدا با ماست کی بر ضد ماست او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم نمود چگونه بابای همه چیزها رو به ما نخواهد بخشید پس پدر آسمانی در واقع چی هستش هدف ماست چون میدونیم که حاضر دل پدر نیکوه و حاضر همه چیز رو به ما ببخشه که ازش درخواست میکنیم ولی چه کسی هستش که باعث برای ما شفاعت بکنه اوکی کیست که بر برگزیدن خدا مدعی شود آیا خدا که عادل کننده است کیست که برای ایشان فتوا دهد آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخواست آن که به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند و شفاعتی که برای ما انجام میشه کسی که دعای ما رو در واقع به حضور خدا به عنوان کاهن اعظم میبره و اون رو ارائه میده اون رو به درگاه خدا حق این رو داره که این رو ارائه بده عیسی مسیح پس در نام عیسی مسیح هستش که ما شفاعت می کنیم و دعا میکنیم و درخواست میکنیم اگر نام مسیح نبود و فدیه مسیح و رستاخیز مسیح نبود این دعا شنیده نمیشد دعای ما در نام مسیح هستش که شنیده میشه پس فدیه عیسی مسیح روی صلیب قربانی شدن او رستاخیز او و برتری پیدا کردن او روی قوای شیطان و شرارت برتری پیدا کردن و پیروزی او بر روی این دنیا این کمک رو این اجازه رو به ما میده این حق رو به ما میده در نام او از پدر آسمانی که نیکوس و خوبی ما رو میخواد و هیچ چیز رو نمیخواد از ما دریق بکنه درخواست بکنیم و او برای ما شفاعت بکنه پس پسر در واقع میشه کارت اجازه ما پدر و نیکویی پدر امید ماست ما امید خودمون رو به نیکویی و خوبی پدر میبندیم چون میدونیم اون نیکوه و دعای ما رو میشنوه اگه در نام مسیح باشه مسیح در واقع چیه شفاعت ماست کاهن اعظم ماست ولی روح القدس ولس چیه و همچنین آیه 26 رو هش و همچنین نیز روح نیز ضعف ما را مدد میکند زیرا که در آنچه دعا میکنیم به طوری که میباید نمیدانیم لکه خود روح برای ما شفاعت میکند به ناله هایی که نمیشته و بیان کرد و او که تف... کننده دل هاست فکر روح ها میداند زیرا که او برای مقدسین به حسب اراده خدا شفاعت میکند رول روح القدس در دعا این استش که هدایت میکنه ما رو در واقع در دو چیز ما رو هدایت میکنه هم روح القدس آگاه کامل از کلام خدا و همین که از دل خود خدا کاملا آگاهه از آسمان آگاهه اگر در دعامون اجازه بدیم که روح خدا ما رو هدایت بکنه ازش بخوام که زبان ما رو هدایت بکنه افکار ما رو هدایت بکنه او به ما کمک میکنه آنچه را که میبایست از خداوند بخوایم آنچه که باید بیان بشه رو بیان کنیم نه فقط چیزی که در افکارمونه نه چیزی که فقط در دلمونه نه فقط چیزی که فکر میکنیم میباید دعا کنیم بلکه اراده کامل خداوند بنابراین روح خداوند عامل اساسی هدایت روحانی ماست در دعا او هستش که آیات خداوند رو برای ما زنده میکنه به یاد میاره ما رو به نقاط مختلف کتاب مقدس میاره میگه این آیه رو دعا کن در این سوژه دعا کن کسی هستش که افکار ما رو به نقطه میبره که به ذهن ما چیزهایی رو میاره که یادمون میاد که برباره اونها بحث دعا کنیم و اگه تعمید روح در ما باشه و زبانها رو داشته باشیم به ما کمک میکنه که در زبانها چیزهایی رو بر طبق اراده خدا به میگه حتی به فکر ما هم رجوع نمیکنه پس هدایت از روح القدس میاد قدرت دعا از روح القدس میاد حکمت در دعا از روح القدس میاد در واقع آیات آسمانی هدفی که باید در جهتش بریم چیزهایی که بس براشون بجنگیم چیزهایی که بس بطلبیم از روح القدس به ما حکمت داده میشه نام مسیح اقتدار ما در آسمان اون اقتدار به ما میده که دعا در آسمان شنیده بشه و به درگاه خداوند پذیرفته بشه و دل خداوند ما در آسمان دل پدر آسمانی چون نیکوه خوبی او امید ماست امید این هستش که چون او نیکوه چون او خوبه و چون فرزند خودش رو به ما داده حاضر هیچ چیزی رو از ما دریغ نکنه هر چیز نیکویی رو که از او بطلبیم چه از زندگی خودمون یا برای دیگران به ما لبک و آره بگه از روح القدس قدرت و هدایت و حکمت عیسی مسیح نامش اختداره و خداوند هدف ماست درگاه ماست در واقع خوبی او امید ماست در دعا. مرسی